راه ارتباطی مناسب شاخص توسعه در هر منطقه. ببینیم این شاخص در ایران چه تفاوتی با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کرده. طول راه‌های آسفالتی روستایی قبل از انقلاب اسلامی حدود 1000 کیلومتر بود که اکنون به بیش از 65000 کیلومتر افزایش یافته. همچنین میزان ساخت راه در کشور سالانه 200 کیلومتر بود که اکنون به بیش از 1200 کیلومتر در سال افزایش یافته. طول راه‌های کشور از حدود 30000 کیلومتر در سال 57 6 برابر شد و به بیش از 180000 کیلومتر رسیده. این مجموع بزرگ راه‌ها و اتوبان‌های کشور کمتر از 100 کیلومتر بود، اما خوشبختانه امروز طول آزاد راه‌های کشور بیش از 1500 کیلومتر هست و بالای 6000 کیلومتر. ما الان راه‌های کشور به صورت تفکیک شده داریم و الان بالای 90% روستاهای بالای 100 خانوار دارای راه آسفالته هستند. طول شبکه ریلی کشور نیز در 29 سال گذشته 2 برابر شده و آینده روشنی نیز در انتظار بخش راه آهن کشوره. حدود 4450 کیلومتر ما راه آهن قبل از انقلاب بوده که تحویل شده و به همون میزان هم در این سالها ساخته شده، اما تازه راه آهن ما راه آهن سازی سرعت گرفته. در پایان اینکه قبل از انقلاب اسلامی بیشتر طرح‌های راه و راه آهن سازی توسط متخصصان خارجی انجام می‌شد که اکنون همه این اقدامات به دست توانمند کارشناسان داخلی صورت می‌گیرد.